خوارق العادات، أمور خارق العادة يعني أشياء تأتي على خلاف ما اعتاد الناس، يعني مسائلي كي برخلاف عادات مردم اتفاق ميفته و روي ميده. إنسان يطير في الهواء بيديه، انسانی که با دو دست خودش در آسمان پرواز میکنه، یمشی علی سطح الماء برجلی، یا با پاهای خودش بر روی سطح آب راه میره. هذه الخوارق تنقسم الى اربعه اقسام، امور خالق العاده بر چهار قسم هست. الاول، مورد اول، آیه و هذه تكون للانبیاء و رسل علیهم الصلاه والسلام فقط، آیه یا نشانه نامیده میشه که خاص و ویژه انبیاء علیهم الصلاه والسلام هست. ولا يمكن لاحد ان يقول ان لديه آیه، لانه لو ادعى هذا معنى هذا ادعى النبوه فكافر كفر اكبر. و هیچ کی نمیتونه ادعا بکنه که بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم آیه ای داره و این به معنای ادعای نبوت و کفر اکبر خواهد. نعم. الثاني كرامه وتكون لاولياء الرحمن، مورد دوم کرامت هست که از آن اولیاء الرحمن هست. و اولیاء الله سبحانه و تعالی هم الذين جمعوا بین الايمان والتقوى، اولیای الهی کسانی هستند که دو صفت ایمان و تقوا رو با هم جمع کردن و هر دوش رو دارند. كما حدث للصحابه رضي الله عليهم من الفتوحات مثلا، مانند آنچه که برای صحابه رضوان الله علیهم اجمعین از فتوحات و امثال اون روی داد. نعم. الثالث معجزه فتنه علیه السلام، مورد سوم از امور خارق العاده معجزه یا فتنه نامیده میشه، امری که بیشتر دربارش توضیح میدیم. و تکون لاولیاء الشیطان، که از آن اولیاء الشیطان هست، از اولیاء الشیطان سر میزنه. کما یحدث للسحر المشعوذین الدجالین الكذابین، مانند کارایی که جادوگران و ساحران و دجال صفتان و دروغگویان و دروغ پردازان انجام میدن. لابد ان نفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کما نفرق بین السماء والارض، باید میان اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن فرق بگذاریم آنگونه که میان آسمان و زمین فرق میگذاریم. اولیاء الرحمن ایمان و تقوا، اولیاء الشیطان لا ایمان ولا تقوا. اولیاء الرحمن دارای ایمان و تقوا هستند، اما اولیاء الشیطان نه ایمان دارند و نه تقوا. اولیاء الرحمن متبعین للنبی صلی الله علیه و سلم، اولیاء الرحمن پیروان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند. اولیاء الشیطان لا یتبع النبی صلی الله علیه و سلم، اما اولیاء الشیطان از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبعیت نمی کنند. الکرامه لاولیاء الرحمن تاتی بدون ان یقصد، کرامت اولیاء الرحمن بدون اراده و قصد اونهاست. لكن عند اولیاء الشیطان تاتی هذه الفضیحه بالتقصد كما يحصل للدجال، اما اولیاء الشیطان چنین وانمود میکنند که آنچه که انجام میدن به قصد و اراده اونهاست. نعم. الرابع من خوارق العادات الفضيحه نصعف السلام، مورد چهارم از امور خارق العاده فضیحت و رسوایی است. كل من كذب على الله يفضح الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، نصعف السلام، کسی که بر الله و رسولش دروغ ببنده الله قبل از آخرت او رو رسوا خواهد. كما حصلت الفضيحة لمسيلمة الكذاب، مانند فضیحت و رسوایی که برای مسیلمه کذاب روی داد. اراد ان يصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى بئر فيها ماء قليل فبصق واذا بالماء يزيد، میخواست چنین وانمود کنه که همون کاری رو میکنه که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله سلم انجام دادن، در چاه خشک آب دهان انداخت و همون آبی هم که بود تلخ و خشک شد. نعم. و رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم در چاه خشک آب انداخته بودند و آب دهان انداخته بودند که آب بیشتری کرد. بصق فی بئر و اذا بالبئر یجف نصلعه فی السلام و الله اعلم، اما مسیلمه کذاب آب دهان در چاه انداخت و چاه خشک شد.